به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چنل کابروایز. امید که تا آخرین خبر با ما همراه بوده و چنل ما را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. روزنامه هشت صبح در ری برگی رسمی فیسبوک خود می نویسد: واکنش طالبان به ایجاد شورای مقاومت، به زندگی عادیتان ادامه دهید. شماری از رهبران احزاب و فعالان سیاسی پس از آن که در دولت طالبان سهیم نشدند، اکنون تشکیلی را تحت نام شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد کردند. این شورا در اعلامیه که روز جمعه 30 میزان نشر کردند، گفت که برنامه هایش بر دو محور صلح و جنگ ترتیب شده است. شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان هشدار داده است که اگر طالبان به صدای صلح خواهی و مذاکرات مستقیم و سازنده با این شورا انجام ندهند، آنان گزینه نظامی را روی دست خواهند گرفت. طالبان اما در واکنش به این اعلامیه میگویند که چهره های فرسوده امتحان خود را به مردم دادند و باید نسبت به کارکردهایشان تجدید نظر کنند. طالبان از اعضای این شورا خواستند که به کشور برگردند و مانند سایر شهروندان عادی به زندگی خود ادامه دهند. با گفته طالبان، اکنون تراژدی جنگ در کشور برچیده شده است و کسانی که بر تبر جنگ بکوبند و کشور را به سوی ناامنی سوق دهند از بین برده خواهند شد. با سقوط حکومت پیشین و فرار اشرف غنی از کشور، شماری از چهره های مطرح سیاسی نیز از افغانستان را ترک کردند. این چهره ها در روزهای نخست تسلط طالبان بر کابل از طالبان خواسته بودند که یک حکومت همه‌شمول را در کشور تشکیل بدهند. این چهره ها در آن زمان نیز هشدار می دادند که سیاست تکبادی کشور را به سوی بحران سوق خواهد داد. زمانی که کابینه سرپرست طالبان اعلام شد، از چهره های سیاسی که در حکومت پیشین کار می کردند هیچ کدام حضور نداشتند. این کابینه مورد انتقادات برخی از رهبران سیاسی قرار گرفت. اکنون دیده می شود شماره سیاسون برای به دست آوردن سهم در دولت طالبان آستین بالا زدند و تشکیل را زیر نام شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد کردند. بر اساس معلومات، در این شورا عبدالرب رسول سیاف، محمد محقق، عطا محمد نور، مارشال عبدالرشید دوستم و دیگر چهره های سیاسی عضویت دارند. عطا محمد نور، سیاف و محقق با نشر اعلامیه شورا حضورشان را به گونه رسمی تایید کردند. محمد کریم خلیلی عضویتش را در شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان را رد کرده است. هنوز مشخص نیست که این شورا از کدام کشور اعلام موجودیت کرده است، اما در نخستین اعلامیه که نشر شد، برنامه کاری شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان بر دو بخش عمده سیاسی و نظامی میچرخند. این شورا تاکید کرده است برای رسیدن به صلح از راه سیاسی ارجیحیت میدهند. در این اعلامیه آمده است که افغانستان بر اثر بی‌کفایتی، تکروی، فساد گسترده و در نتیجه یک معامله نامردانه، خائنانه و قادرانه دچار بی‌نظمی و بی‌نظامی شد و شیرازه دولت از هم پاشید. با باور شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان، بر اثر این خلاها نهادهای امنیتی، خدماتی و اداره همه سقوط کردند و مردم با فقر، بیچارگی، ناامنی و نگرانی های گوناگون مواجه شده است. در بخش تلاش های سیاسی این جبهه گفته شده است که در نظر دارند تا قضایای کشور از راه سیاسی حل و فصل شود و از این رو آغاز مذاکرات اهمیت فوق‌العاده دارد. در این اعلامیه تصریح شده است که این مذاکرات باید به منظور رسیدن به یک صلح پایدار و با عزتی که متضمن اعاده جمهوریت مبتنی بر اصول اسلامی و به میان آوردن یک نظام منتخب با مشارکت عادلانه همه اقوام و جریان ها و اقشار مختلف جامعه باشند.
همین طور در ادامه تاکید شده که حقوق اساسی شهروندان با ویژه زنان، کودکان، معلولین و اقلیت‌های نیز در حکومت آینده تامین شود. این شورا از مردم خواسته است که خود را برای یک مقاومت دشوار و دراز مدت در برابر استبداد داخلی، تجاوز و اشغالگرایی خارجی آماده کنند. شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان از سازمان ملل متحد و کشورهای جهان خواسته است که حکومت یک جانبه استبدادی و ضد وحدت ملی طالبان را که در آن اقوام زنان، مذاهب و زبانهای رسمی نادیده گرفته شده و نصف اعضای آن شامل فهرست تحریم سازمان ملل متحد و برخی کشورهای جهان هستند به رسمیت نشناسند. این شورا خواهان فشار وارد کردن بر طالبان شده تا آنها به ایجاد یک حکومت مشمول تن دهند. در بخش نظامی شورای عالی مقاومت ملی هشدار داده است که اگر طالبان برای حل سیاسی تن ندهند این شورا ناگزیر می شود گزینه نظامی را انتخاب کند و مسئولیت آن برعهده طالبان است. شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان همچنان خواستار تشکیل یک هیئت حقیقت یاب شده تا عامل سقوط ناگهانی نظام جمهوری اسلامی افغانستان را بررسی و کسانی را که در این معامله ننگین دست داشته شناسایی و به عنوان خائنان ملی به مردم معرفی کنند. با تشکر از این که تا آخرین خبر با ما همراه بودید. جهت حمایت کانال یوتیوب کابل آیس را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما عزیزان هستیم. تا خبرهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوب و خوش داشته باشید.